اقوا کند، اصلا دو ماهی ببلد، راضی نه. اینجا که آمده ایم حیف از کارمون را نیمه کار رها کنیم. ایاز تو یه چیزی بگو. با این اتفاقات و با این وهمی که اینجاست منم ته دلم خالی شده، حس خوبی ندارم. این همه ترس به خاطر لرزش اندک و خاکی که روی تان ریخته شده است؟ اگه موضوع به این راحتی بود که اون دانشمند به رمز و اشاره و نشونی آدرس یاقوت و تو حاشیه این کتاب قدیمی نمی‌نوشت. لابد حس خطری کرده که این کتابا رو با خودش برداشته، بعد از فرو رفتن شهر با خودش برده. افسانه باید همچنان افسانه بماند. این وسوسه نباید به جان همدلادی‌های من بیفتد، بین خودمان باشد. فاش شدن این راز باعث می‌شود که جان کهن شهری‌ها به خطر بیفتد. یعقوب را پیدا نکرده عوض شدی گندای. اینجا را دیوار میکشم، آجر میکنم تا بهترین دوستم، کسی را که مثل برادر دوستش دارم، به این سادگی از دست ندهم. ما این همه مرارت کشیده ایم که در به اینجا را دیوار بکشی؟ نمیگذارم. جناب گنزایی تو رو خدا به ما رحم کنیم، بذاریم بریم. معذورم. از کشتن ما چی آیده تو میشه؟ چه کسی گفته قصد کشتن شما را دارم؟ خب پس میخواییم با ما چی کار کنید؟ من برای رمزگشایی کتاب به شویت نیاز دارم. پس ترمه رو بذار بره، اون که نقشی نداره توی ماجرا. من میمونم کتاب رو براتون رمزگشایی میکنم، خوبه؟ ترمه را برای ضمانت اجرای کار میخواهی. در پایان کار شما را به خیر و ما را به سلامت. عمه جان این توی دهنتونه، معلوم نیست چی میگی. در بیاری بیست صحابو دیگه توی این هاگیر واگه تو چند داری دندون من معاینه میکنی؟ بیا و ثواب کن بانو جان، دو سکه هزینه معاینه دندان است. گفتم رایگان برایتان انجام دهم، بلکه قوت قلبی بگیرید حالتان خوب شود. نمیخوام. نخواهی. مرتا جان عمه، مادر ترمه تو فیلم بود، گندای پدر و مادرت رو اسیر کرده. ببخشید سوء تفاهم نشود، آن زنی که داخل فیلم بود نامش پرتو بود نه ترمه. پرتو اسم جعلیشه داداش، امادم اسمش عیاز شد بعد از اینکه با چوب زدن تو سر داروغه ترسیدن با مدارک جعلی از شهر فرار کرد. یعنی چه؟ یعنی برادر شما با چوب بر سر جناب داروغه کوفتند؟ بله بله. عجب خانواده ناراحتی هستن. ما
ماجراش مفصله، تو رو خدا پیداشون کنی. خاک بر سر من، آبجی گلاب خدا بد نده، مرداد بمیره من نبینم که تو رخت خواب افتادی آبجی. عمو چی میگی؟ دور از جون داداشم، چه شلوغ میکنی؟ جرسا خوب شد اومدی، داداش اماد و ترم زن داداشمون تو این شهرن گندای اسیرشون کرده. ها؟ آره. خاک بر سر. آخه ببینید خواهر من خور شد، دیوونه شد، رفت، داره همینجوری هزیون میگه. آخه چرا اساتید همچین نگاه میکنی؟ عمو جان شلوغش نکن، اولا اساتید نه و اساتید اساتید بعدش هم هزیون نمیگه. ما یه فیلم پیدا کردیم که متاسفانه سوخته. این فیلمو مادرم قبل از اینکه گندای اسیرش کنه فیلم برداری کرده. تو فیلم میگه که بابا عماد هم این گندای اسیر کرده. دقیقا. نه محال یه همچین چیزی، اصلا ممکن نیستش که یه همچین اتفاقی بیفته. داداش من عماد اینجا چی کار میکنه؟ من باور نمیکنم، من باور نمیکنم. اجازه بده، اجازه بده. همین بستگان شما نیست؟ زن داداش من، اینم داداش عماد خودشونن. ببین آخی، الهی قربونتون برم، نگاه مامان بابامونم. ببین من قربونتون برم، قربون اون خندهات برم، زن داداش درمه ای الان کجایی؟ ببینم پسرم قشنگم، این عکس تا الان کجا بوده باباشون؟ در آلبوم عکس مامان بود. نه 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 حکیمم، در آلبوم عکس بعدن گذاشتم اینجا، اصلا دخشه برداشتم تا موضوع روشن شود. بابا جون قربونت برم، شما خیلی کاری بدی کردی که به وسایل خصوصی من مامانتون دست ندید. وسایل خصوصی تو کدام است؟ آنها وسایل خصوصی مامانه. پسرم چرا عصبی میشی آخه؟ جناب عطار عصبانی نشو، برخیز برویم. چی شده؟ اصلا گرگین باز چی شده؟ چرا بگرگین؟ هنوز پایش به شهر نرسیده، بیایی ببینید چه کرده. بیایی ببینید، برویم. چه کرده؟ بگذارید سر جایش. وایسا منم میام. احمد جان شما با این حالتون که نمیشه بیاین، من میرم ببینم ماجرا چیه برمیگردم. آخه پس داداش ترمین چی؟ راجع به اونو هم تحقیق میکنم، بعدش میرم با عطار کلی حرف میزنم ببینم نشونی چیزی پیدا میکنیم یا نه. خدا بشینید بانو جان، دهانتان را باز کنیم، من یه معاینه رایگان انجام دهم. مهر بانو شما تا فک من نیاری پایین ول نمی کنی یا؟ رایگان است عزیزم، باز کنیم. نه پایین بابا واقعا که آرام باشید، آرام باشید. اجازه بده آقا، اجازه بده، اجازه بده. چه بدیه؟ شلوغ نکنید، حرکت کنید لطفا. بفرمایید. جناب قصاب اینجا نوشتید گوشت تمام شد. بسیار. این مردم بینوا از کجا گوشت تهیه کنن؟ بله آری، اصلا چه شده که شما گوشت ندارید؟ گویا دیشب یکی با صورت پوشیده رفته و تمام گوسفندان را خریده. خب چرا اینجوری به من نگاه میکنی؟ اصلا به من چه ربطی داره؟ من دیشب اینجا بودم واقعا. دیشب کجا بودی گرشا؟ پیش مادرت. خجالت بکش! نه بکنید! آروم باشین. پسرم، عزیز دلم، دارم جدی میگم. من مادرت بین راه واسه پاگوشا رفتیم پیش ریزگردا، کپر پیل بزرگ. موقع صبحانه خوردن زن پیل اومد احتمال داد که ما شاید چرت پا کردیم، میخواییم اونجا بمونیم و اتراق بکنیم. تو شروع که ماجرای حمله حسام بیک و زخمی شدن منطقه تعریف کردم، ما فلنگو بازیم از اونجا رفتیم. عزیزم چرا ناراحت میشی پسر؟ بفرمایید جناب عطار، دیدین این آقای گرگین به عموی من تهمت میزنه؟ اگر کار گرشانی است پس کار چه کسی میتواند باشه؟ به هوش باشید، گوش باشید، هم اکنون گوشت گوسفندی تازه در حجره جناب بقیه به فروش میرسد. سریعا بروید تا تمام نشده. بروید، بروید. حجره جناب بقیه گوشت میفروشد. بروید، بروید بابا. ملکون یه برای دیگه، برای چی؟ برای دیگه همه ملکون دیگه.
کمتر چریده بودی بیشتر زنده میماندی گوسپندم. هرچند که آیین چراغ خاموش نیست. بلاد را تعطیل کنید، دارالایتام دایر کنید، درست‌تر است. مردم گوش ندارن، آچار از فرانسه میآید. قحطی است، گوش نیست. نفوس حق و نفس میدهند. زیادی گرجه از دولتی عطار است و بحران گوشت از کم طاقتی مردم. قصاب بیشتر داریم تا گوسفند. روز نشد بخوابیم و بیدار شویم، چیزی گران نشود. خلق خدا به چه روزی افتادن که تقدیر ما این وسط، من بقیه آدم ساده باده باید جور بکشم. دستابی کنم بقیه را ضایع کردید. الحق. چقدر دست دست میکنی؟ گوش را ببر، مردم منتظرن. جوگیر شدم. چه میخواستید؟ گوشت شما. بدرود بدرود. الان میخواهم تبلیغ کن. تبلیغ میکنم. درود. چشمم روشن جناب بقیه. زده اید توی کار قصابی؟ نه زده ایم. ما دیدیم که مردم گوش ندارن، دلمان سوخت. گفتیم این چند گوسفند را بیاوریم تقدیم مردم بنماییم. آره چقدرم خوب تقدیم می نمایید. گوش کیلوی نیم سکه را دو سکه می فروشید؟ چهار برابر؟ جناب عطار شاید باورتان نشود، ولی جان ما به جان گوسپندان ما بسته است، به جان عزیزتان. انگار کیلو کیلو دارم گوشت بقیه جانم را میفروشم. ببخشید. بله. خیلی معذرت میخوام، اما این کار شما اصلا درست نیست. این یعنی سوء استفاده از هرج و مرج بازار. حق نداریم گوشت گرون بفروشیم. آره. میگویی مرد حسابی، مگر ما به زور به مردم گفتیم که بیاین گوشت های ما را بخرن؟ اصلا حال که اینطور شد. مردم شهر توجه کنید، از این به بعد اعلام میکنم گوشت ما دو سکه است. تمام. بفرما. بیا حالا هر چی دلت میخواد به من بگو. ول کن یقمو، ول کن. دیدی بفرما. اما شلوغ نکن. میگویم که این بقیه هم بد مشکوک میزند. ولی فعلا که شواهدی بر علیه ایشان نداریم تا ببینیم چه میشود. برویم. برویم. گدرود یا گوشتارا درست بانبایی شبه آخ بس باری چه خبرت از جناب دلاب؟ مگر اعتراف بگیری آرامتر؟ از گرانی گوش شاکیست تلافیش را سر شما در می آورد. آری؟ به من چه؟ مگر من گران کردم؟ این جناب بقیه موزمار گران کرده است. من هم میگویم همه چیزی زیر سر همین بقیه است. حال ببینین کی گفتم. ما که رفتیم و آقونش را کند و کاف کردیم. چهار گوسفند کلن بیشتر نداشت. دو تای آنها را کشته بود و بین مردم تقسیم میکرد. این آدم نکبت فرصت طلبیست که نگفت. آره دیگر نگفتم اینقدر آرام مشغول باش. چه کنیم جناب عطار؟ چگونه این مشکل بحران گوش را حل بنمایی؟ آقایون خواهش میکنم ازتون وسط این بحراناتون پیدا کردن پدر مادر منو فراموش نکنین. آره من میگویم دو تیم تشکیل بدهیم. یک تیم مشکل گرانی گوش را حل خواهند کرد و یکی هم ماجرای پدر مادر اشناس را دنبال میکنند. آری فکر خوبی است. آری من چون هم عقلم از همه بیشتر از البته منهای جناب عطار که عقلشان از من مساوی تر است و همچون سوابق مدیریتی درخشان دارم، سرپرستی تیم حل مشکل گوش را من به عهده میگیرم. خب من هم پیدا کردن پدر مادر اشناس را به عهده میگیرم. یار کشی میکنیم. آره من تو کشیدم. چه کسی را؟ اشناس را. نه قمول نیست، پدر مادر اشناس با من. تو گرگینه که مرا بردار. آقایون جناب عطار من شروع کردم ابتدا، من اشناس را برمیگذیم. من هم دوم شروع کردم. نه قبول نیست. یه لحظه اجازه بدین آقایون من چیزی توضیح بدم. تو چرا میگفتی وسط یار کشی؟ ها
آخه جناب گرگین الان وقتی این حرف هاست، من نگران پدر مادرمم. وقتی دو بزرگ شهر در جلسه به این مهمی دارن یارکشی میکنن، تو دهان ببند و گوش کن و در آخر ببین نتیجه چه میشود. ببین گرگینکم چه خوب حرف میزند، اون را تو بردار، اشناس را من. آری ولی جناب عطار، مشکل گوش که با حرف زدن حل نمیشود که. جناب گرگین بیخریش خودتان، من اشناس را برمیدارم. باشد، حالا که دعوا بر سر نخواستن من است، شما بمانید اشناس را بکشید، من میروم دنبال کارم. جناب گرگین خواهش میکنم ازتون، خواهش میکنم بشینید. آقایون اجازه میدین من خودم دنبال پدر مادرم بگردم؟ جناب اشناس، شما که سوراخ سنبه های این شهر را نمیشناسید، بگذارید جناب عطار و جناب گرگین بروند پدر و مادر شما را پیدا کنند. در ضمن هیچ کس به اندازه شما نمیتواند به من در حل مشکل گوشت کمک نماید. درست، ولی آخه من آخه نه ندارد دیگر. اگر پدر مادرت در این شهر باشند، من و عطاری که دیگر دوستم ندارد پیدایش خواهیم کرد و شما هم با جناب حکیمی که او هم دوستم ندارد بروید تکلیف این بقیه راهزن را مشخص بنمایید. آفرین، درست گفتی. الحق که آن حسام بی که جانی صد بار شرف دارد بر این بقیه فرصت طلب. یا قیمت گوشت را پایین می آورید یا من همینجا فکتان را پایین می آورم. باشد، شما فکت من را پایین می آورید، من دیافت را پایین می آورم. آقا این راهش نیست جناب حکیم، از شما بعیده. آقا هر چیزی یک رای داره، نهایتش اینه که جلوی فروششو میگیریم. بی خود، شما زورتان نمیرسد گوشت را ارزان کنید؟ میخواهید همین گرانش را ممنوع بنمایید؟ همین را بگو، عرضه دارید خودتان بروید گوشت تهیه کنید، ما هم مجبور نمیشیم این گوسپنددار دلبندمان را صرفا جهت کمک مردم بیگوش قربانی کنیم. آری، شما اگر به فکر مردم بی گوشت بودید، قیمت گوشت را چهار برابر نمی نمودید. مرد حسابی، مردم راضی، من راضی، کوب شود هر آن که نتوانید. بابا آری؟ آری؟ باشد، اگر اینطور است هم خریدار راضی است هم فروشنده، اصلا به ما چه؟ بخرید و بفروشید. یعنی چه؟ این شد مدیریت؟ شما باید گوشت را برای ما ارزان بنمایید. آری شما اجازه بدی، خواهش میکنم جناب بقیقای آی کشکار، یه لحظه جاتون رو مقام عوض کنید. مذر جناب حکیم، آقا هر چیزی یک راهی داره، مثلا شما میتونین الان به ازای هر کیلو گوشت 1.5 سکه به جناب بقیه بدین که بتونین گوشت رو با 0.5 سکه به مردم بدین. اینجوری فعلاً بحران میخوابه تا بعدن یه فکر مدیریتی درست بکنیم. نمیخوابد جناب اشناس، پول نداریم، صندوق خالی است. حالا شما یه فکری بکنین. آری بسیار خوب جناب بقیه، عذر میخواهم، ما میخواهیم در ازای هر کیلو گوشت به شما 1.5 سکه بپردازیم، اما پول نداریم. برای اینکه شما بتوانید گوشت را به مردم به قیمت 0.5 سکه بفروشید، شما 100 سکه به ما بپردازید تا مشکل حل شود. باشد، پیشنهاد منصفانه ای. آره 100 سکه به شما خواهم داد. حل شد. چقدر خوب. چه میگویی حل شد مرد ناحسابی؟ از خودم پول میگیرید بعد با تفاوت قیمت گوشت را به خودم میدهید؟ آره آره، یا کوفت نمیدهم. بفرما حرف دهانتون را بفرما. چگونه پول میگیرید؟ خواهش میکنم ازتون.
کیان دیگه؟ کیان؟ اونا کوکلوس کولانن؟ اینا اینا آره اینا افراد وفادار به گندای هم ای بله چه چاله؟ اسمشون چیه؟ فیلیپ، جک، ناصر، ناشه، جول ای آره؟ آقا حس ندارن که اینا ماسک زدن هم دیگر رو نمیبینن که بدونن کی به کیه. خب ماسکشون رو بردارن هم دیگر رو بشناسن. چرا باید دنیای امروز باید آشنا بشی چش در چش حالا هم دیگر رو بدونی انرژی هم دیگر رو بگیری به درد آدم. آقا بیا خودت بنویس اصلا. واقعا؟ بله. بس شما درد نکنه باشه. کوکلوس کولانا بده ببینم. آره مینویسه. آقا واقعا شما خلاقی یعنی فوق العاده نوشته کار هر کسی نیست. واقعا همینی که شما ژول ورنی من ناصر ناشرم خیلی فرق میکنه قصه. آقا بذار ببوسم. دستتو بده. آقا دستتو بده. آقا نه. آقا بده. خواهش میکنم. خواهش میکنم. آقا نه. آقا ناخنات هم که کلسیم کم چی؟ داری. کلسیمش کمه. وای پوستت هم که باید صبح به صبح زیتون روغن زیتون بمالی. ناخنات هم حتما باید توی آب خنک بذاری. چشاتو ببینم. بگو آ. آ. بگو ب. ب. بگو ج. آقا ول کن آقا اصلا من نمی‌نویسم. آقا من نمی‌نویسم. چرا؟ من نمی‌نویسم. آقا من دار. من دار. نشانی جدید دیر به دستمان رسید. بعد از متواری شدن گندای به گمانم این بود که چون جلسه‌ای برگزار نشده گروه از هم پاچیده است. گندای نیست اما اهدافش که با هم هم‌قسم شده ایم که از بین نرفته است. بگذاریم. موضوع جلسه در رابطه با کتاب قدیمی، کتاب چهارم قدیمی است که سالها بوده که در ارزنبور است و در نزد خانواده راسول میکو پنهان شده است. آری چقدر آنها را زجر دادیم و کشتیم. تو مسئول پیدا کردن کتاب چهارم هستی. تو که سالها از ما دوری می‌جستی و می‌گفتی دنبال زندگی هم هستم. آری اینطور بهتر است. دلیلی ندارد شلوغش کنی. نیازی نیست. خیلی راحت می‌روی کتاب را برمی‌داری و میای بیرون. اینگونه هم بله اینگونه هم وفاداریت را نشان می‌ده هم معرفتت را. کسی را می‌فرستم که هوایت را داشته باشه. واسی دنکایت آن را بدهید. آذوقه زندگیت تمام شده است. من که پولی ندارم. داشتم میگفتم ظواهر امر اینگونه پیداست که آنها از مدت ها قبل اینگونه جلسات را برگزار می نمایند. آن زمانی که گندای در دستان من اسیر بود چیزهای پراکنده‌ای در مورد آن انجمن می گفت اما گمان نمی کردم که واقعیت داشته باشد. حیف شد مرد. زود مرد و لاقطعاً به کار ما می آمد. نه توانستی هیچ کدام را شناسایی کنید؟ جان؟ جانور میگوید نه توانستی چه گفتی؟ هیچ کدام را شناسایی کنید؟ همین که این گفت متاسفانه نه ولی اگر شما بخواهید میتوانم با کمی پیگیری یکیشان را دستگیر کرده به اینجا آورده و مقر بیاوریمش. نه لازم نیست بگذاریم کارشان را انجام بدهند. آری تلاش آنها زحمت ما را کم می کنند. فردا صبح سر به زنگاه وارد عمل می شویم. به گمانم دارد صبح می شود. به بلادت برگرد تا کسی به ما شک نکرده. بلند شو و برو. شام نخورده برود. البته برنجم آماده نیست. بهتر است که بروید. آری برنجشان آماده نیست باید بروم. برو به سلامت. برو میروی در مطبخ از همین امشب تا خود فردا صبح غذا میپزی. برو.
اصلا از کجا 100 سکه پیدا کردید دادید با هم بقیه ملعون؟ از بخش هزینه‌های ضروری بانک کهنشهر. چه کردید؟ با پتک بر سرم میکفتید بهتر بود. دستت بشکنم آرام تر آرام. خب جناب عطار، ما مجبور بودیم قیمت‌ها رو کنترل کنیم تا به مردم فشار نیاد. شما جلوی آن بقیه کم آوردید. اگر دوباره قیمت‌ها رو بالا برد چه؟ باز می‌خواهید از بودجه ضروری بانک کهنشهر به او پرداخت کنید؟ خب توی اون شرایط این به ذهن ما رسید. حالا شما بگیم ببینم شما چی کار کردین؟ جناب گندایی رو چند بار در خرابه دیدم. او را تعقیب نمودم. فکر کردم در آنجا شاید مخفیگاهی ساخته باشد. اما متاسفانه چنین نبود. هیچی دیگه، پس نه ما چندان کارمون رو درست انجام دادیم نه شما. کار ما مثل پیدا کردن سوزن سنجاق در انبار کاه است. شما که کاری نکردید. گردینک برویم و این بحران گوش را حل کنیم تا ایشان ببینند و یاد بگیرند. اوکی، برویم. نه، خواهش میکنم. داشتم در بانک کهنشهر جا میافتادم که صحبت قصابی شد. کلکم عقل‌تر از صبی بانو. مردم بقیه گوشت نخورده ها مرا کشاندن به سمت شقه کردن گوشت. اما دریغ از یک کیسه سکه که سوبیه دش کند. همه را بقیه بردند. فکر و ذکرمان شد کسب آبرو. کدام آبرو؟ با این چند گوسپند؟ ریخت مردم برگشته از بیگوشتی. ویجیتریان ها بیداد می کنند در شهر. چشم ها خمار از کمبود آهن و چهره ها تکیده از نخوردن کباب. چه انتظار از طویله ما با این گوسپندان لاغر؟ چه می گویی زن؟ چه میکنی بهرو طویل میگویی؟ آماده کن گوش رو، مردم منتظرند. آی بقیه جان، هر وقت اینجا میستم کلن فضایم عوض میشود. درود بر جناب عطار که بودجه دادن تا گوشت ارزان شود. درود. اگر یک نفر دلسوز در کهنشهر باشد کیست؟ جناب عطار. سپاسگزارم. درود بر شما. خدا شما و البته جناب گرگین را برای ما حفظ بنماید. بله، شما را برای ما سپاسگزارم. آمین. سهمیه گوشت رایگان جناب عطار. جناب اشناس، البته زیاد نیست، نفری 250 گرم. همین. شما رفته بودید مشکلات را حل کنید یا بر مشکلات بیفزایید؟ والا آخر مردم خیلی تحویل من گرفتند، به گونه ای که دیگر مغرب مشرق من قاطی شد. آقایون اینجوری فایده نداره. اگه قول میدین مسئولانه تر دنبال پدر مادر من بگردین، منم یه راهکار موقت جلوی پاتون میذارم، اما موفق. مانند دوران مسئولیت و مدیریت من. دقیقا. یعنی ما مسئولانه نگشتیم؟ چرا؟ چه میگوید؟ من و جناب عطار یک روز و یک شب با چند سرباز تمام سوراخ سنباها را کاویدیم. بفرمایید، اینم دستمزد ما. آره نیست جناب گرگین، من متوجهم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم بابت تمام زحمات شما، اما اگه حرفی میزنم به خاطر حال و روز همه گلابه. این زن یه چشمش شده عشق، چشمش شده خون. مامان، من قول میدم از زیر سنگ هم شده نشانی از آنها برای شما پیدا کنم. واقعا؟ آره. راه حل خودت چیست؟ راه کار من، ببینید، اینجوری که من متوجه شدم وضعیت دامداری تو بی‌بخارا تو بهترین حالتشه. اونا گوسفند زیادی دارن. شما باید دستور بدین واردات دام رو آزاد کنن تا این شرایط بحرانی گوشت تو کهنشهر از بین بره. آری؟ بله. آفرین. با اینکه هم عقلش کمتر از همسنش، اما پیشنهاد خوبی داد. آری، این گونه پوزه ی آن بقیه فرصت طلب نیست به خاک مالیده خواهد شده. آری. یک اون برای بچه های برادرت زحمت بکش.
آن یکی که به فکر بحران گوشت است، این یکی هم به فکر سینما رفتنش است. بمیرم برایت گلاب بانو جان. خدا نکنه بانو جان. نازگله که خودم گفتم بره سینما، یکم رویش به هم ریخته بود، گفتم سرش گرم بشه تا ببینیم از این پسر تاجر خبری میرسه یا نه. یعنی الان گیرش پسر تاجر به سر گندای است؟ پس پدر و مادرش چه؟ نه نگران اونا هم هست، ولی اون خیلی کوچیک بوده، اصلا یادش نمیاد پدر مادرشو. آن اشناس چه؟ او که پدر مادرش رو به یاد دارد؟ بله داره، اما به قول خودش به شکل موازی، هم داره بحران گوشت و مدیریت میکنه، هم دنبال جستجوی عماد و ترمه رو پیش گرفته. آبجی بچه شدی ها؟ اون یه کار درست حسابی نمیتونه انجام بده، چه برسه به دوتا کار، اونم به شکل موازی. من تعجب میکنم چرا از تجربیات گرشا جان استفاده نمیکنن؟ چرا واقعا؟ والا بانو جان، گرشا مگه جز کلاهبرداری و شامبورت بازی تجربه دیگه هم داره؟ آبجی سپاسگزارم. اینجوریه دیگه، ببین خارشوه رو چی داره میگه، نشستی همجی داری بر رو بر نگاش میکنی؟ من هم دقیقا منظورم همین بود. سارق جماعت تمام سوراخ سنبه ها را میشناسد و میداند چیزهای مخفی کجاست. به نظر من باید از تجربیاتش استفاده کرد. من؟ شما همسر منی؟ دست شما هم درد نکنه. این از خواهرم، این از شما. من به عنوان اعتراض اینجا رو ترک کنم برم بهتره، برم یه خاکی تو سرم بکنم. ای گرشا جان نرو گرشا. بلش کن بانو جان، میده یه باد به کلش میخوره برمیگرده. آره من باید به عطار بگویم از فردا در عملیات جستجو از گرشا استفاده کند. بله بگی. خب بر اساس تقسیمات انجام شده باید ببینیم چه کسی کجا رو بگرده. جناب عطار قبلش میخوای یه اطلاعاتی به ما بدیم ببینیم که دامدارای بی بخاری خبری دادن، پیغامی، نامه‌ای، چیزی فرستادن یا نه؟ عمو جان خجالت بکش، چرا متوجه نیستی ما داریم در مورد پدر مادرت حرف میزنیم؟ تو نگران گوسفندی؟ خب یهو یاد بحران گوش افتادم، ایرادی داره؟ همین که وسط عملیات جستجوی والدینت فکرت پیش گوسفنده، معلومه که خودت هم عین گوسفند بی‌عاطفه‌ای. چه میگویی؟ مگر گوسفند بی‌عاطفه است جناب گرشا؟ من گفتم به من چه ربطی داره اصلا؟ خب نمیدانی نگو گوسفند بی‌عاطفه است. مگه شما دبیر کل بنیاد حمایت از حیواناتی؟ جناب گرشا حمایت از حیوانات بنیاد ندارد، سازمان دارد. ای بابا بس کنید، روانه کردید مرا. چقدر اراجیف میبافید. جناب اشناس هنوز خبری ندادن. بر اساس تقسیمات پخش شده سمت به سمت بلاد کهنشهر را به دنبال نشانه ای برای یافتن عماد و همسرش میگردیم تا ببینیم نشانه ای به دست میآوریم یا نه. جناب حکیم گذرگاه غربی را شما بگردید. باری استاد عطار، این سمت دخمه گندای و محبت اطرافش مال من. من هم با تو میایم. بی خود کردی، من خودم تقریه کارم برده، شما برده مولو کار زدیم. کافیست گرگینک. بله جناب عطار. شما طرف انبارها رو بگرد، جناب گرشا هم بخش میانی و منطقه و دخمه گندای را میگرده. میماند منو اشناس که دروازه پشتی را میگردیم. امیدوارم نشانه ای از این گمشدگان پیدا کنیم. امیدواریم. چرا اینقدر مشوش هستید جناب اشناس؟ نگران هستید؟ جناب عطار راستش دلم شو به پدر مادرم میزنه. فکر میکنم اگر گندوی اونا رو یه جای اسیر کرده باشه، بعد از اخراجشون از شهر کی بهشون سر زده؟ کی بهشون آب و غذا داده؟ میگم نکنی یه وقت. نه به دلت بد راه نده، امیدوارم به سلامت پیدایشان کنیم. مطمئنم گفتنی های زیادی در مورد سرنوشت مرحوم پدرم و جناب گندای ملعون خواهند باشد. این هم اضافه اش. بگی بقیه. بفرمایی. سپاس. نفر بعد. درود جناب عطار و جناب اشنا.
شناس عزیز، بفرمایید گوشت خورد شده. ناشه جان، گوارای وجود، چرا اینقدر قارقار میکنی؟ شما در ماموریت نیستی که. چرا بهتر یه لحظه اجازه میدین؟ آره. جناب جارچی، این جناب بقیه و همسرشون از صبح چند تا گوسفند فروختن؟ به نظرم 4 عدد گوسفند را کشته، خورد کرده و فروختند. خب بعد دیروز چی؟ دیروز لاغر 4 گوسفند را کشته، خورد کرده و فروختند. بدرود، بدرود. جناب عطار. آره. این قضیه به نظرتون مشکوک نیست؟ از چه نظر؟ ببینید، این جناب بقیه تو آغلی که داره نهایتش 2-3 تا دونه گوسفند بیشتر نداره. این چجوری داره روزی 4-5 تا 3-4 تا گوسفند همجوری خورد میکنه و میفروشه میده دست مردم؟ از کجا میاره؟ مای گاد، بعد این ماجرا مشکوک است. میگویم صبیه بانو. بگو همسر مهربانم. خیلی وقت از هوس باقالی پلو با گوشت فراوان کردم. برای فردا زور تهیه مینمایی تناول بان مایم. خیلی دوست میدارم. نه نمیشود، گوشت گران است. چیزها میگوید. یعنی چه؟ ما خودمان گوشت فروشیم، نیم کیلو گوشت نمیتوانیم تهیه بان ماییم. نه نمیتوانیم. هر وقت گوشت ارزان شد برایت باقالی پلو با گوشت درست میکنم. فعلا نان و پنیر و خیار. بانرود، هم سالم است هم ارگانیک. باشد، همان ارگانیک را تهیه بان ما. بیایم کوفت بان مایم. بدرود. کجا می روی؟ کار دارم. زود برگردی ها. باشد. بدرود. 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 چه کنیم اشناس؟ برویم گرگینک و بقیه اهالی بلاد را بیاوریم. نمیخواد جناب عطار، خودمون میریم تو. بیا بریم. دو نفری تنها؟ نه ترس، نگران نباش. تا ما بخوایم بریم به بقیه اهالی بگیم، این هر کاری که بخواد بکنه انجام میده، تمام میشه میره، هیچی به هیچی. بیا نه ترس. باشه، شما جلو برو، من از پشت مراقبت هستم. از آن کوچه گذشتم چه شبیه